سرخط خبرها. مرگ پزشکی که خطر شیوع ویروس جدید کرونا را هشدار داده بود. تعداد قربانیان به 640 نفر رسید. نجات پرواز تهران دمشق در آسمان سوریه. روسیه میگوید هواپیما را هنگام حمله هوایی اسرائیل به سوریه نجات داده. شکست برنی ساندرز در انتخابات مقدماتی ایالت آیووا. پیت بوتجج 38 ساله توانست با اختلافی اندک برنده شود. و داعشی های شکست خورده در خاورمیانه حالا در این جنگل های فیلیپینی آماده می شود. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. ویروس کرونا همچنان قربانی میگیرد. تا پایان روز پنج شنبه 640 نفر در چین بر اثر ویروس جدید کرونا جان خود را از دست داده و ابتلای بیش از 31,000 نفر به آن تایید شده. مرگ پزشک چینی که اولین کسی بود که در مورد احتمال شیوع این ویروس هشدار داده بود، به اعتراض گسترده چینی ها در شبکه‌های اجتماعی منجر شده. مردم عصبانی‌اند که چرا به هشدار این پزشک توجه کافی نشده. همزمان رئیس سازمان بهداشت جهانی هشدار داده دنیا با کمبود ماسک روبروست. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. مرگ این دکتر لی ون لیانگ، چشم پزشک چینی، موجی از خشم و غم را برانگیخته. دکتر لی 34 ساله نخستین کسی بود که حدود یک ماه و نیم پیش درباره ویروس کرونا به مقام‌های چین هشدار داد، اما پلیس چین تهدیدش کرد سکوت کند وگرنه به علت انتشار اطلاعات دروغ او را بازداشت می‌کند. بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی او را قهرمان ملی خواندند و اینجا در ووهان در بیمارستانی که کار می‌کرد به یاد او گل و سیگار گذاشتند. دکتر لی زمانی که بهش نیاز داشتیم تا با این ویروس مبارزه کنه ما رو ترک کرد. او خودش قربانی ویروس شد. با او رفتار خوبی نشد. انصاف نبود که به خاطر گزارشش در مورد کرونا باهاش اینطوری رفتار شه. ما خیلی ناراحت و متاسفیم. اینجا در ووهان، شهری که ویروس کرونا از آنجا به دیگر نقاط چین گسترش پیدا کرد، خیابان‌ها خلوت است. این شهر و شهرهای اطرافش هفته هاست در قرنطینه‌اند. مغازه‌ها و داروخانه‌ها هم تعطیلند. من می‌خوام دارو بگیرم اما هیچ کس نیست. در ورودی مراکز خرید دمای بدن همه چک می‌شود. سوپرمارکت‌ها اما همه چیز دارند. هفته یک بار برای خرید میام بیرون. چندین کشور پروازهایشان به چین را لغو کردند. این کشتی بزرگ تفریحی دو هفته است در قرنطینه است. 61 نفر از مسافران آن به ویروس کرونا مبتلا شدند. به مسافران گفته شده از اتاقهایشان بیرون نیایند. علاوه بر ماسک به ما دستکش هم داده شده. بهمون گفتن اگه میخواین بریم بیرون باید دستکش دستتون کنین. فکر کنم کار خوبیه، به خصوص اگه بخواین دستگیره‌ها و میله‌ها رو بگیرین و راه برین. این کشتی تفریحی هم در سواحل هنگ کنگ متوقف شده. 3 نفر از 3600 سرنشین آن به ویروس کرونا مبتلا شدند. در ایران سعید نمکی وزیر بهداشت گفته هیچ مورد مثبتی از کرونا تا کنون شناسایی نشده. او با دانشجویان ایرانی که از ووهان به ایران بازگشتند دیدار کرده و گفته حال آنها خوب است. بعد از پنهانکاری حکومت ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه، نگرانی‌های زیادی درباره احتمال ابتلا به ویروس کرونا در ایران در میان بخشی از جامعه وجود دارد. مسئله‌ای که وزیر بهداشت هم به آن اشاره کرده و گفته اگر موردی وجود داشته باشد، صادقانه و فوراً به مردم اطلاع خواهد داد. فرین عاصمی، بی بی سی. کامیار علایی مدیر انستیتوی بین‌المللی سلامتی و آموزش از نیویورک با ما هستن. آقای علایی، الان می‌بینیم که با سرعت هرچه بیشتر این ویروس داره قربانی می‌گیره، افراد بیشتری هر روز دارن بهش مبتلا میشن. چرا جلوی گسترش این ویروس رو نمیتونن کشورها بگیرن؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همونطوری که قبلا اشاره کردم، ماهیت این ویروس با ویروس‌های قبلی متفاوت هست، به طوری که برخلاف سارس و مرس که میزان کشندگی بالایی داشتن، یعنی برای سارس بیش از 10% و برای مرس بیش از 33%، و از طرف دیگه
بیش از 90% افراد دچار علامت مخصوصا تب می شدن که قابل شناسایی بود. اولا میزان کشندگی در این ویروس کمتر از 3% و همین مسئله باعث میشه که افراد با شانس بیشتری انتقالش بدن، و دوم اینکه فرد ممکنه هیچ گونه علامتی نداشته باشه، بنابراین به راحتی به سر کارش بره و چون که علامت شدیدی نداره به پزشک مراجعه نکنه و همین مسئله باعث انتشارش بشه که به طور متوسط هر فردی که مبتلا میشه بین 3 تا 5 نفر رو مبتلا میکنه، چون که میزان عفونتزایی این ویروس بسیار بیشتر هست و همین مسئله باعث شده که خطر همه‌گیریش بسیار بیشتر باشه. اگر شما به آمارها نگاه کنین، در طی یک هفته گذشته یعنی حدوداً 8 روز پیش میزان ابتلا در چین 850 تا بود، الان بالای 31,000 نفر هست، که به دو دلیل هست. یکی این که در ابتدا موارد دقیق کمتر گزارش داده میشد، و دوم این که چون علائم دقیق و مشخصی نداره میزان همگیری در واقع رو به رشد هست، و همینطوری که میبینیم در کشورهای دیگه که موارد ابتلا بالا رفته مثل فیلیپین یا هنگ کنگ باعث بروز مرگ شده. چون هدفی که ما داریم وقتی که یک فردی که مبتلا میشه به مرکز درمانی مراجعه میکنه، پزشکان نباید فقط چک کنن که میزان شدت عفونت چقدر هست و اگر خفیف هست مرخصش کنن، بلکه هدف درمان در راستای پیشگیری هست. یعنی بلافاصله باید از فرد شرح حال گرفته بشه و اگر سابقه سفر به چین یا تماس مستقیم با فردی که سابقه سفر به چین داشته باشه بررسی کنن، و در صورت مثبت باید بلافاصله این فرد قرنطینه بشه. و همین مشکلی است که در خیلی از کشورها انجام نمیشه و باعث گسترش بیشتر این ویروس شده. الان این خطر چقدر برای ایران وجود داره و چقدر ممکنه جدی باشه؟ با توجه به اینکه ارتباطات زیادی بین ایران و چین هست که بعد از تحریم ها این میزان هم بیشتر شده و خیلی از چینی ها پروژه هایی که در ایران دارن در حال تداوم هست، این خطر برای ایران وجود داره. و نکته مهمی که هست، برخلاف کشورهای آسیای جنوب شرقی که مرزهای زمینی یا دریایی کوتاه با چین دارن، تنها مرز مشترک ما با چین مرز هواییه، و همین مسئله باعث میشه که از یک طرف اگر ما پروازها رو لغو کنیم دیگه راهی برای ورود ویروس به صورت کوتاه مدت وجود نداره، و از طرف دیگه اگر پروازها رو کنسل نکنیم به راحتی این عفونت گسترش پیدا میکنه. به طوری که شما الان شنیدید 2 مورد در زنجان گزارش شده، هرچند که امروز وزارت بهداشت گفت که این 2 مورد نتیجه آزمایش منفی بود، اما این 2 مورد یکیشون فردی بود که چینی بود، و از طرفی ما میدونیم در زنجان بیش از 100 تا چینی هستن که برای یک پروژه‌ای دارن کار میکنن. بنابراین نکته مهمی که در مورد این ویروس گفته میشه، میگن باید شما پرواکتیو باشید، یعنی شما باید خودتون برید موارد رو پیدا کنید تا اینکه منتظر موارد باشین که به مراکز درمانی مراجعه کنید. بنابراین تمام اون 100 نفر چینی که در زنجان هستن باید بررسی بشن. و از طرف دیگه چون ما میدونیم که اخیراً سال نو چینی داشتیم، خیلی از این افراد یا اعضای خانوادهشون ممکن بود به چین سفر داشته باشن، بنابراین باید تمام اونها بررسی بشن، و اگر سفری داشتن قطعا قرنطینه بشه. و این تنها محدود به زنجان نیست، بلکه به استانهای دیگه که در واقع ما یا مسافر چینی داریم یا افرادی که کار میکنن باید انجام بدیم. و همونطوری که شنیدیم بحث ماسک بحث خیلی مهمیه، و یک قسمت هم بحث فرهنگی هست که ما چون عادت داریم وقتی که سلام میکنیم دست بدیم، همین دست دادن باعث آلودگی میشه، به خاطر این توصیه میشه به جای اینکه با هم دست بدن و هم مشت بزن و از این طریق باعث انتقال نشن، و اگه کسی سرفه میزنه به جای دستش از اینجا استفاده کنه، که از این طریق باعث میشه که شدت گیرایی ویروس برای دیگر نه تنها برای این ویروس، برای همه انواع ویروس های مثل آنفولانزا هم کمک کننده هست. متشکرم از شما کامیرا علایی، مدیر انستیتوی بین‌المللی سلامتی آموزش از نیویورک با ما. در استان گیلان آتش سوزی دست کم 41 هکتار از جنگل ها را نابود کرده است. باد آتش را گسترش داده، اما آتش در بعضی از مناطق خاموش شده. اداره منابع طبیعی گیلان گفته شهرستان های تالش، سیاهکل، آستارا، رودبار، فومن و رشت درگیر آتش بودند و بعضی از گونه های ارزشمند جنگلی نابود شدند.
یک رسانه آمریکایی از قول منابع دولتی عراق و آمریکا گفته واشنگتن قصد دارد معافیت تحریمی عراق برای واردات گاز و نفت از ایران را تمدید کند. این معافیت اوایل پاییز تمدید شده بود و تاریخ انقضای آن هفته آینده است. منبعی در دولت آمریکا به روزنامه وال استریت جورنال گفته هر چند این دولت خواهان ادامه فشار حداکثری به ایران است، اما نمی‌خواهد این مسئله تهدیدی برای ثبات اقتصادی همسایگان ایران باشد. شهاب الدین بیمقدار نماینده مجلس میگوید به اعتقاد او 75% از نمایندگان مجلس دهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شدند. این نماینده اصلاح طلب میگوید دلیل رد صلاحیت این افراد دفاع از مردم و سخنان این نمایندگان در مجلس است. آقای بیمقدار میگوید از جمله او آگاه است که یک نماینده را تنها برای اینکه به ملاقات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران رفته رد صلاحیت کردند. آلودگی هوا در آبادان به 14 برابر حد مجاز رسیده. اداره حفاظت از محیط زیست این شهر از مردم خواسته از حضور در فضاهای باز تا حد ممکن پرهیز کنند. این نهاد میگوید دلیل آلودگی گرد و غبار است که تندبادها به شهر آوردند. گزارش شده دید به 100 متر کاهش یافته. یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی شاموینگز سوریه که صبح دیروز از تهران به دمشق پرواز میکرد در معرض تبادل آتش اسرائیل و سوریه قرار گرفته. وزارت دفاع روسیه امروز تایید کرد که این هواپیما به جای نشستن در فرودگاه بین‌المللی دمشق مجبور شده در پایگاه نظامی حمیمیم در لازقه فرود بیاید که در اختیار روس هاست. بر اساس گزارش ها ورود این هواپیما با 172 سرنشین به آسمان سوریه با حمله هواپیماهای اسرائیل به موازی در اطراف دمشق با واکنش دفاع ضد موشکی سوریه همزمان شده بود. ساعتی پیش از بابک تقوایی پژوهشگر امور دفاعی پرسیدم از جزئیات این ماجرا چه می‌دانیم و در شرایط این چنینی معمولاً چه تدابیری در نظر گرفته می‌شود. خدمت شما عرض بکنم که خب اگر ما دقت بکنیم در ساعات پایانی روز 5 فوریه یک حمله هوایی به 4 هدف در نزدیکی دمشق صورت گرفت و در همون زمانی که این حمله هوایی در حال انجام بود این هواپیمای مسافربری خب داشت از تهران به سمت دمشق پرواز میکرد و تنها دقایقی با فرودگاه بین‌المللی دمشق فاصله داشت. خب طبیعتاً در چنین شرایطی خب این احتمال وجود داره که یک هواپیمای مسافربری حالا مثل این هواپیما در معرض پدافند زمین به هوای حالا سوریه قرار بگیره و همچنین توپ‌های ضد هوایی و موشک‌های ضد هواییشون. و خب قاعدتاً مثل گذشته چون این اولین بار نیستش، بارها بوده، حتی پرواز هواپیمای ماهان هم بوده حدود 1.5 سال پیش و خب هواپیما حالا از اون منطقه دور شده چون اعلام وضعیت قرمز شده و خب رفته در پایگاه هوایی حمیمی فرود اومده. یعنی این اولین بار نیستش، قبلا هم پیش اومده چون معمولا بین ساعت 11:30 شب الی ساعت 1:30 صبح این حملات هوایی نیروی هوایی اسرائیل صورت میگیره و همیشه یک پرواز مسافربری حالا در حال فرود هستش در حوالی اونجا و خب این بارها پیش اومده، اولین بار هم نیستش. با توجه به اینکه سوریه چنین وضعیتی رو داره، هیچ ایرلاینی حاضر نیست به جز چند ایرلاین معدود مثل شاموینگز یا مثل سیریان ایر و همچنین ایرانی رو ماهان پروازهایی داشته باشن به اونجا و اگر هم ایرلاین های خارجی باشن بسیار معدود هستن و خب در اونجا خب جوری عمل میکنن تا هیچ گونه آسیبی به هواپیماهای مسافربری وارد نشه، یعنی چنانچه اعلام وضعیت قرمز بشه و چنانچه اولین موشک کروز حالا توسط رادارهای هشدار زودهنگام پدافند هوایی سوریه شناسایی بشن سریعا اعلام وضعیت قرمز میشه و منطقه هوایی در اون منطقه که حمله هوایی هستش بسته میشه و پروازها به فرودگاه‌های دیگه دایورت میشه و حتی اگر هم ممکن باشه به کشور مبدأشون اگر عراق باشه و یا ایران باشه برگردونده میشه. بابک تقوایی بود، پژوهشگر امور دفاعی. در آمریکا جنجال بر سر نتیجه انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها در ایالت آیوا ادامه دارد. با پایان شمارش آرا پیت بوتجج با اکثریت اندک آرا بر برنی ساندرز پیروز شد. آقای بوتجج که از او به عنوان یک سیاستمدار میانه روی جوان یاد می‌شود با اکثریت 0.1% از برنی ساندرز نامزد متمایل به چپ پیشی گرفته، نتیجه‌ای که در این حال به اختلافات داخلی در حزب دموکرات دامن زده. کامبیز فتاحی خبرنگارمون از واشنگتن ماست. می‌دونیم که رأی‌گیری دموکرات‌ها در آیوا با مشکلات فنی مواجه بود و نتایج خب با چند روز تأخیر همراه بود، ولی الان
اون درگیری و مشکل اصلی بر سر چیه کامبیز؟ خب درگیری بر سر این است که هنوز هم با توجه به اینکه آقای بودجه با اختلاف در واقع 0.1% جلو افتاده از رقیب دوم که سندرز باشه، اینا یکی 26.2% رای رو آورده، دیگری 26.1%. علارغم این هنوز رسما برنده نهایی در بین دموکرات‌ها اعلام نشده، هرچند آقای بودجه با اختلاف کمی جلو افتاده. به هر حال حتی خبرگزاری آسوشیتد پرس که همیشه نتایج رو خیلی سریع اینها برآورد میکنن، میگن که قادر نیستن نتیجه نهایی رو از نظر اینها اعلام بکنن، چرا که در بعضی از حوزه‌های رأی‌گیری دقیقاً و به صورت تمام و کمال آرا شمرده نشده بوده یا میتونه مشکلاتی وجود داشته باشه. و از طرف دیگر میبینیم که رئیس کمیته مرکزی حزب دموکرات تام پرز هم گفته که باید در بعضی از حوزه‌ها حالا بازبینی بشه، که البته همین مسئله خودش با مسئله اختلاف هست و باعث بحث برانگیز هست، چرا که مقامات ایالتی در حزب دموکرات موظف به این نیستن که به رئیس کمیته مرکزی در واقع دستورات او رو گوش بکنن، نظرات او رو در واقع بخوان انجام بدن، بلکه کاندیداها باید تقاضا بکنن، کاندیداها هم این تقاضا رو نکردن. بنابراین در کل این انتخابات در آیوا نه فقط مشکلات فنی که داشته در عرض دو سه روز اخیر به خاطر نتایج و همینطور این که نامزدی هم که پیش گرفت انتظارش نمی‌رفت که پیت بوتجج لزوما بیاد و مقام اول رو کسب کنه، باعث شده که خیلی‌ها رو متعجب بکنه و اختلافات داخلی در حزب دموکرات رو دامن زده. معمولا انتخابات آیوا به خاطر اینه که یک سکوی پرتابی میشه برای یکی از نامزدها و خیلی سریع هم نتایج همون شب اعلام میشه، که اینطور نشد و بعد هم میبینیم که اختلافات داخلی بالا گرفت. آقای ترامپ البته بسیار خوشحال هست، رئیس جمهوری آمریکا، که خیلی‌ها هم میگن برنده نهایی آیوا شاید آقای ترامپ باشه، چرا که این اختلافات داخلی در حزب دموکرات فقط میتونه به رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات آینده کمک بکنه. به هر حال علارغم تمام این صحبت‌ها دیدیم که خیلی سریع نامزدهای حزب دموکرات توجهشون رو گردوندن به سمت ایالت بعدی که ایالت نیو همشایر باشه و در اونجا دارن رقابت میکنن. آیا به هر حال بعد ببینیم در روزهای آینده تصمیم نهایی چه خواهد شد. بعضی ها دارن صحبت از این میکنن که اصلا اون رأی در نظر گرفته نشه و به هر حال پیروزی آقای بودجه هرچند موفقیتی است برای او، برای حزب دموکرات در حالت فعلی حداقل میشه گفت شاید هزینه سنگینی داشته. متشکرم از تو کامبیز فتاحی در واشنگتن. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مرگ پزشکش که شیوع ویروس جدید کرونا را هشدار داده بود، تعداد قربانیان به بیش از 600 نفر رسید. روسیه میگوید یک هواپیمای خطوط هوایی شامینگز سوریه که دست تهران به دمشق پرواز میکرد را هنگام حمله هوایی اسرائیل به سوریه نجات داد. ادامه برنامه. آمریکا میگوید رهبر القاعده در شبه جزیره عرب را در یمن کشته است. یک منبع معتبر امنیتی در افغانستان خبر کشته شدن دو نفر از اعضای ارشد گروه طالبان پاکستان در کابل را رد کرد. این منبع میگوید کشته شدگان شهروندان افغانستان هستند و یک گروه ترور در کابل آنها را کشته است. پیشتر تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده بود دو نفر از اعضای این گروه برای یک جلسه سری سفر کرده بودند. یک منبع در اداره استخبارات پاکستان هم گفته اجساد این دو نفر در نزدیک هتل اینترکانتیننتال در کابل پیدا شده. برای صحبت بیشتر در این باره قیس قادری، کارشناس روابط بین الملل از کابل، با ما هستن. آقای قادری، بیشتر در مورد این دو نفر به ما بگید. سلام بر شما و بر بینندگانتون. انصافاً قسمی که شما هم بیان کردین، دو دیدگاه متضاد نسبت به قتل دو نفر وجود دارد. دیدگاه اولی است که یا برداشت اولی است که دو نفر یکی از اعضای ارشد گروه طالبان در
گروه طالبان پاکستانی بوده که آمدن اینجا جلسات سری را برگزار میکردن و دیدگاه دوم هم که دولت افغانستان را اکت یا مو کسی که گفته میشه که اینا شهروندان افغانستان هستند، اما تا هنوز اطلاعات و معلومات دقیق در این مورد وجود نداره و نمیشه به قضاوت بکنیم بری اساس که کدام یکی از اینا درست خواهد بود، آیا اینا عضو از گروه طالبان پاکستانی هستند یا خیر. در چیزی که بسیار مهم است در بیانیه حکومت افغانستان آمده که اینا دو شهروند افغانستانی هستند، امکان بدون شک احتمالاً شاید شهروند افغانستانی باشند اما عضویت تحریک طالبان پاکستانی را داشته باشه یا هم از و فرد میانجی بین طالبان پاکستانی و افراد و کسایی که اونا تقاضای مذاکره و گفتگو را با اونا در کابل داشتن خواهند بوده باشند اینا هستند و بازم معلومات و اطلاعات دقیق وجود ندارد. الان تفاوت اصلی بین چی هست آقای قادری؟ اینکه اگر اینا عضو گروه طالبان افغانستان یا پاکستان باشند، تفاوتی که این موضوع در این داستان وارد میکنه چیه؟ چیزی که تفاوت اصلی که داره، دولت اگر اینا مربوط تحریک طالبان پاکستان باشن، پاکستانی ها میخواین یک به شکلی نشان بدن، یعنی این در حقیقت شاید ضعف دولت افغانستان و یا به یک شکلی به صورت ضمنی حمایت دولت افغانستان از تحریک طالبان پاکستانی نشان بده یا حداقل چشم پوشیشان نشان بده یا ضعفشان که اعضای ارشد طالبان پاکستانی در قلب شهر کابل میان مذاکره میکنن کشته میشن و دولت افغانستان از مرز تا به اینجا کنترلی بر اینا نداره و این بر خود پاکستانی ها یک آلیده و یک ابزار بسیار قوی با توجه به اختلاف با توجه به تحریکی که یا مشکلاتی را که منظور پشتین در پاکستان ایجاد کرده با بدست اعتقاد داد و اونا یک تبلیغات بسیار گسترده را در این استفاده خواهند کرد که دولت افغانستان در بخاطر بی‌ثباتی از پاکستان از هر گزینه چی نظامی و چی هم مدنی است استفاده خواهند کرد. به خاطر یک تفاوت کلان است. اگر اینا طالبان افغان باشند، این تهمتی چنین ابهامی و اتو یک وسیله را به دست پاکستان نخواهد هفتید و پاکستان فرصت تبلیغ و فرصت ازی که افکار عمومی داخلی خود متوجه بحران در افغانستان بسازه نخواهد یافت. متشکرم از شما قیس قادری، کارشناس رابطه بین الملل در کابل. آمریکا میگوید رهبر القاعده در شبه جزیره عرب را کشته است. در بیانیه کاخ سفید به زمان کشته شدن قاسم ریمی اشاره نشده. خبر کشته شدن قاسم ریمی در عملیات آمریکا در یمن حدود 10 روز پیش هم منتشر شد، اما القاعده شبه جزیره عرب در آن زمان این خبر را تکذیب کرده بود. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. آمریکا القاعده شبه جزیره عرب را بزرگترین شاخه عملیاتی گروه القاعده در بیرون از افغانستان و پاکستان می‌داند. گروهی که مسئولیت حملات بسیاری به منافع غربی را به عهده گرفته. از حمله مرگبار 5 سال پیش به دفتر مجله شارلی ابدو در فرانسه تا تیراندازی 2 ماه پیش در یک پایگاه نظامی در ایالت فلوریدا. و آنطور که کاخ سفید در بیانیه امروزش گفته، گروهی که مسئول حملات و خشونت‌های بیشمار در یمن و بیرون از آن بوده. این گروه در سال 2009 از ادغام القاعده عربستان و القاعده یمن به وجود آمد و توانست با استفاده از بی‌ثباتی سیاسی در یمن عرصه تاخت و تازش را گسترش دهد. قاسم ریمی 5 سال رهبری القاعده در شبه جزیره عرب را به دست داشت. پس از کشته شدن ناصر وحیشی، رهبر پیشین این گروه در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا. ریمی خودش برای سالها مغز متفکر و عنصر کلیدی بسیاری از حملات القاعده علیه منافع غربی بود و همین از او هدفی بزرگ برای آمریکا ساخته بود. تا جایی که اولین عملیات نظامی آمریکایی به رهبری ترامپ در یمن علیه ریمی و گروه تحت امرش انجام شد. against our enemy. کاخ سفید در بیانیه امروزش نگفته قاسم ریمی چه وقت کشته شده، اما گفته در نتیجه مرگ او آمریکا و متحدانش حالا امنیت بیشتری خواهند داشت. فؤاد مسیحا، BBC.
داعش در عراق و سوریه شکست خورده، اما حمله های این گروه در بخش های دیگری از جهان همچنان ادامه دارد. کوئنتین سامرویل خبرنگار بی بی سی به جزیره سولو در جنوب فیلیپین سفر کرده، جایی که شورشیان اسلامگرای محلی خشونت هایشان را افزایش دادند. بیش از یک سال پیش شبه نظامیان وابسته به داعش کلیسای جامع جولو در مرکز این جزیره را منفجر کردند. ارتش داعش چیزهای زیادی از خود در سوریه جا گذاشتند. اردوگاه‌هایی پر از همسران و کودکانشان، تمام اعضای خانواده‌هایشان. حالا تعدادی از کشورها سوال مشترکی دارند. آیا می‌توانیم این کودکان بی سرپرست را قبول کنیم؟ دختران و زنانی که متعلق به دشمن جهانند. از اردوگاه‌های سوریه مسیر سفر خانواده‌ای را دنبال کردیم که دعوت داعش را برای پیوستن به آن قبول کردند. از خیابان‌های ترکیه تا وطنشان در آسیا. تو این محله از استانبول، داعش دو نفر از طرفدارای اندونزیایی خودش رو پیدا کرد. این زوج بمب‌گذار انتحاری بعد از ماه‌ها تلاش بی‌ثمر برای ورود به سوریه به اینجا اومدن. اما این اونها رو متوقف نکرد. اونها موفق به شهادت در سوریه نشدن. در عوض شانسشون رو جای نزدیک به خونه امتحان کردند. اینجا در اندونزی دولت برنامه‌ای برای رفع افرادگرایی اجرا می‌کند. ذهن‌های کوچک بخش بزرگی از طرح‌های داعش بود. کودکی این بچه‌ها بدون ترانه و بازی گذشته. اینجا در این مرکز بازپروری به بچه‌های اسلام‌گرایان تندرو عشق و توجه داده می‌شود. آنها اجازه خوشگذرانی دارند. دارند یاد می‌گیرند که دوباره بچه باشند. بعضی از این بچه‌ها به تازگی از ترکیه بازگشتند. پدر و مادرهای افراطیشان اینجا تحت درمان بودند، اما ما اجازه نداریم آنها را ملاقات کنیم. سری موسفیا از مشاوران این مرکز این زوج را ملاقات کرده بود. متوجه شدی که اونها چقدر خطرناکند؟ وقتی فهمیدم چه کارهای وحشتناکی کردن بسیار شوکه شدم، چون وقتی از اینجا می رفتن آدمای خوبی شده بودند. یک سال بعد از اینکه از اینجا رفته بودند اونا رو دیدیم. اونا هنوز خوب بودند. انتظار نداشتم که دوباره به این راه برگردن. صدها اندونزیایی طرفدار داعش در سوریه گیر افتادن. آیا میتونین تضمین کنین که اگه برگردن خطر ایجاد نکنن و اقدامات خصمانه و تروریستی انجام ندن؟ نه، نمیتونیم تضمین کنیم. به دنبال کشف باقی داستان رولی و اولفا رفتیم. سوفیان ساری سابقا افرادگرا بوده و این زوج را در مرکز بازپروری ملاقات کرده بود. او مخالف بازگرداندن اندونزیایی های طرفدار داعش به کشور است. با برگشتنشون مخالفم، چون مشکل ایجاد میکنن. قابل اعتماد نیستن. در بیشتر مواقع تروریست های سابق حتی بعد از دوره بازپروری به گروه های تروریستی ملحق میشن. جنگل‌های وحشی و بیقانون مینداناو در جنوب فیلیپین مقصد بعدی رولی و اولفا بود، جایی که کشتار جمعی کردند و شهید شدند. صدها جنگجوی آسیایی برای پیوستن به داعش در خاورمیانه از دو اقیانوس گذر کردند. حالا این نگرانی هست که با سقوط خلافت داعش بسیاری از اونها این مسیر رو برگردند. به این منطقه در این پایین نگاه کنین. کیلومترها دریای آزاد و صدها جزیره اینجاست. کنترلشون سخته و به راحتی میشه بینشون و بین کشورهای دیگه حرکت کرد. گزارش بعدی ما از اینجا در فیلیپین خواهد بود، جایی که داعش نیروهای جدید میگیره و حملات جدید انجام میده. و برنامه رو با داستانی تموم میکنیم که به کمک چاپگرهای سبودی با اینکه داستان غم‌انگیزی بود پایان خوشی داشت. این ریژی که گربه‌ای که در سرمای سیبری پنجه‌هاش یخ زد و مجبور شدن اونها رو قطع کنند، ولی چاپگر سبودی به فریاد ریژیک رسید و این شد که حالا این گربه میتونه با این پنجه‌های تازه راه بره، ولی احتمالاً موش‌ها از پنجه‌های او در امان خواهند بود. مرسی. به پایان این بخش خبر ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.